خب سلام بچه ها، خب دیگه آخر سال میلادیه و تو آخر سال میلادیه یه سری برنامه ها بجرد. یکیش چیه؟ یکیش اینه که آقا بهترین لپتاپ هایی که ما به نظرم توی بازار وجود داره، حالا بیشتر لپتاپ گیمینگ رو من دارم میگم، کدوم هاست و حالا اینا رو میخواییم تیر بندی کنیم، بگیم که کدوماش بهترینه کدوماش بدترینه. و خب توی یه دونه سایتی که به صورت تیر بندی ما آوردیم، قراره توی این من اینا رو بچینم براتون، بگم که به صورت زنده که کدومش بهتره به نظرم کدومش بدتره. پس بریم تو رو برنامه. قبل از این سراغ این برنامه ازتون میخوام که اگه هنوز چنل بینشون سابسکرایب نکردید، حتی این دکمه سابسکرایب این پایین رو بزنید. اگر دارید توی اینستاگرام میبینید، حتی ما رو فالو کنید توی اینستاگرام و حتی این ویدیو رو لایک کنید و سیو هم انجام بدید که دمتون گرمه. اگر هم که میخواید از همون حمایت کنید علاوه بر فالو و فلان و اینا، ما یه لینک دونیشن داریم که اگر که توی اونجا حالا هر مبلغی که دلتون میخواد ما دونیت کنید دمتون خیلی گرمه. بین این لپتاپ که امسال هست، من از برند لنوو آوردم، اچ پی آوردم، ایسوس آوردم، ایسر آوردم، مال اپل هست، مکبوک‌های جدیدش سرفیس هست و دیگه همچین برندهایی آوردم. اگر که لپتاپ دیگه ای توی این لیست شما میخواستید باشه و هنوز نیست، حتما این کامنت بنویسید توی زیر این زیر توی کامنت بنویسید تا در موردش صحبت کنیم. اما میخوام از اول شروع کنم، از سه تا لپتاپی که نباید پشت هم میذاشتم اینا رو، ولی خب اتفاقی شد که دیگه پشت سر هم افتادن. لژیون 5، لژیون 5 پرو و لژیون 7. لژیون رو اینجا با تاکید میگم چون که گلاره گیر داده بود که لژیون نگو، لیژن یا لژیون گفتم باشه، لژیون میگیم از من فرانسوی لژیون. من نگفتم بله، مصطفی شالچی عزیز گفتن که بله لژیون میگید، مشکل نداره ما میگیم لژیون میگه از من. مصطفی اگه میبینیم ما رو خیلی مخلصیم. خب بریم سراغ این که آقا این لپتاپ چیه چجوریه. اگه بخوام بگم که به نظر من کدوم از همه بهتره، حقیقت رو بخوام بگم با توجه به قیمت هایی که توی بازار ایران وجود داره، توی بازار جهانی وجود داره و پرفورمنسی که ما میتونیم داشته باشیم، اولین لپتاپ توی این لیست که من بخوام بهش بگم لژیون 5 پرو. لژیون 5 پرو لپتاپ خیلی فوق العاده، یه صفحه تو کیس 60 هرتز داره، همین الان اون پشت صحنه جلوی گلاراس داره یه سری کارا روش انجام میده که بیاد برنامه تست گیمینگش تو بینش جای بره. ولی کلا میخوام بهتون بگم، لژیون 5 پرو یکی از بهترین لپتاپایی که میشه خرید، مخصوصا این نسخه i7 360 که داریم. من فعلا این لژیون 5 پرو رو میذارم توی STR، شاید بعدا بیارمش پایین‌تر، خب اما فعلا میذارم توی STR. STR یعنی بهترین، یعنی best of the best، با لحجه مورد علاقه گلاره گفتم best of the best، یعنی بهترین لپتاپی که الان میشه تو بازار پیدا کرد احتمالا لژیون 5 پرو. تا زمانی که میرسیم به لپتاپ بعدی توی این لیستمون به نام لژیون 5، لژیون 5 میتونه تقریبا پرفورمنس مشابه لژیون 5 پرو بده، صفحه 1080 65 هرتز داره نسخه 360 اش و کلا لپتاپ خیلی خوبیه. من به نظرم با توجه به اینکه قیمت لژیون 5 از لژیون 5 پرو پایین تره ولی پرفورمنسش همونه، همون ماکسویچو داره، رم همونه، SSD همونه، بعد یه دونه صفحهش 15 اینچی مال اون 16، لژیون 5 پرو بعد بالاتر از لژیون 5 بعد بالاتر از لژیون 5 پرو باشه، ولی فعلا اینو می‌ذاریم همینجا. اگه لژیون 5 پرو بگیریم چرا صفحه لژیون 5 پرو بهتره دیگه. آره اما لپتاپ بعدی لنوو لژیون 7. لژیون 7 لپتاپ خیلی خوبیه، خیلی خفنه، خیلی کارا باش میشه کرد، دیزاین قشنگ‌تری داره، بدنه فلزی داره، همه اینا رو داره، ولی با توجه اینکه قیمتش خیلی بیشتر از لژیون 5 و لژیون 5 پرو ولی پرفورمنسش تفاوت خاصی نداره، من اینو در بهترین حالت میتونم بدم A یا B. به نظرتون چی بذارم؟ A. تو چی میگی؟ خیلی گرونتره ها، ولی هیچ فرقی با اونو نداره. من میذارم B. اسلات یه اسلات نمیتره بایده با اونو تبیره. B میذارم، اگه بعدا لازم شو میذارم A. ولی با تجربه شرایطو آره بهترین خرید موقعه.
اما HP Omen 16 HP Omen 16 هنوز تو بازار ایران به اون صورت موجود نشده و فقط حالا مسافرین ها یه سری سایت ها و پیج اینستاگرام آوردن. اما HP Omen 16 واقعا یکی از بهترین لپتاپ هایی که میشه امسال خرید. RGB خفن داره، صفحه خفن داره، همه چیش فوق العاده است. اما یه ایرادی که من میتونم از این لپتاپ بگیرم اینه که اوکی تو 16 اینچی کردی، ولی مثلا لژیون 5 پرو این که 16 اینچی کرده اون حاشیه پایین صفحه رو تقریبا حذفش کرده. تو اومدی یه صفحه 16 اینچی گذاشتی، بعد اندازه لپتاپت شده اندازه لپتاپ 17 اینچی، به جای اینکه مثلا حاشیه پایینش رو کم کنی اومدی یه کاری کردی که اصلا یه چیز افتضاحی پیش اومده. من به نظرم این ایراد داره، من به نظرم این درست نیست. و اگر که خب مثلا اون حاشیه زیر صفحه رو کم می‌کردی دیزاین بهتر میشد. من دیزاینت به نظر من آقای HP دیزاینت به نظر من دیزاین عقب مونده ایه، با اینکه کیبورد لیاتت خیلی دوست دارم، با اینکه به نظر من یکی از بهترین کیبورد لیات ها، شاید بهترین کیبورد لیات ها رو داری واسه این کار کردن و کیبوردت هم خیلی تجربه خوبی داره، ترکپد خوبی هم داری، اما اینو من دقت کن که این دیزاین لپتاپ واقعا تاریخ گذشته است. اگر که 16 اینچی کردی حاشیه صفحه رو کم می‌کردی قطعا می‌ذاشتن تو استیر. و اومن 16 مزیتی که داره اینه که هم نسخه رایزنی داره هم اینتلی داره و 360 هم فکر کنم 115 واته که با توربو تا 130 حدودا میتونه بره، که خیلی اتفاق خوبیه و به نظر من یکی از بهترین لپتاپ‌هاست. یه اومن 17 هم داریم که اگر میآوردمش داشتم تو FTR. اومن 17 نمیگم مثلا چون شارژش شارژر 330 واته، رسما دو تا شارژر 240 وات ایسوس سازیش انقدر دقیقاً انقدر از این مک مینیه، بعد 1.400 از شارژرشه نمیذارم توی بی اومنو. خب بریم سراغ بعدی، ایسوس زفیروس M16. حقیقتش رو بخواهیم وقتی زفیروس M16 معرفی شد من به نظرم این STL بود و جدی میگم STL بود، اما بعد از این مدتی بررسی‌هاش رو دیدم، خودمونم بررسیش کردیم، حالا لینک بررسیش این پایین براتون میذاریم، خودمونم بررسیش کردیم، حالا کلی باش کار کردیم و فلان اینا، من به این نتیجه رسیدم که این لپتاپ واقعا لیاقت STL نداره. یکی از دلایلش کولینگشه که دمای لپتاپ معمولا مثبت 80 درجه است، یعنی واقعا خیلی کم پیش میاد که مثلا موقع کار کردن با دستگاه تو پریمیر یا بازی کردن ببینید دمای دستگاه زیر 80 درجه است. ما تو تست گیمینگ گلرا رفت هنوز منتشر نشده داره ادیت میخوره، تست گیمینگ گلرا رفت دمای لپتاپ تا مثبت 90 درجه رفت، 95 درجه رفت، در حالی که مثلا جی 513 یا لژیون 5 لژیون 5 پرو مثبت 90 درجه اصلا نداشتن، یعنی تایتش 85 درجه بود که خیلی ایراد به نظر من توی این لپتاپ. و باتریش هم باتری اصلا خوبی نبود. به نظر من اگر که آدم بخواد این لپتاپ رو بگیره نگیره بهتره، به خاطر همین الان من اینو بذارم رو بی یا سی. حتی قیمتش اومده پایین تو ایران، اون موقعی که ما بررسی کردیم 75 تومن بود، الان شده 60 تومن. میذارم بی. نه خب 32 گیگ می چرا فرقشه؟ نه بابا 68 تومن الان 32 گیگ دو تا راستش. 16 ثانیه. نه بابا آره دیگه. میذارم توی بی. اما برم سراغ لپتاپ جی 513 کیو اس. جی 533 کیو اس. این لپتاپ مال ایسوسه و لپتاپیه که تو ایران با RTX 3080 اومده. در مورد RTX 3080 و 3070 و 3060 توی لپتاپ من برنامه رفتم، لینک اونم اگه بتونیم پایین براتون می‌ذاریم. اما باید بهتون بگم که اگر که دنبال خرید یه لپتاپ هستیم و RTX 3080 این میتونه بهترین انتخابتون باشه، ولی بازم من دارم بهتون میگم RTX 3080 به درد لپتاپ نمیخوره، چون نه CPU میتونه کمکش کنه نه کولینگ دستگاه میتونه کمکش کنه. سر همین من جی 533 QS رو میذارم توی سی. تو سی بذارم؟ آره توی دی میذارم. توی دی میذارم. از دی به پایین هرچی لپتاپ بود، یعنی لپتاپایی که من به کسی توصیه نمی کنم بخرم، میذارم توی دی که کسی اصلا نره بخره. اگه 3070ش پیدا کردید خوبه برید بخرید، ولی 3080ش نه، 3080ش دیه به نظرم، 3070ش مثلا بیه، چون واقعا الکی گرونه. مثلا جی 513 بگیری با این تعداد پرفورمنس زیادی نداره. شاید مثلا اگر که این i9 3070 و 3080 بود ردش بالاتر بود، ولی چون فقط رایزنه من نمیتونم بالاتر از این بهش بدم. اما بریم سراغ لپتاپ پرحاشیه سال 2021 ایسوس تاف
دش F15. لپتاپی که من هر چقدر تخریبش کردم بازم مردم میان میپرسن خوبه بخریم نه نخرید. مستقیم تو FTR، اصلا بدون شک تو FTR، بدون شک. چه زد نداریم. بدون شک تو FTR. Acer Nitro 5. ببینید Acer Nitro 5 توی تا دو سال پیش چون دیزاینش همین بود، حالا مشخصات اوکی داشت و اینا، لپتاپ خوبی بود و به نظر من مثلا با توجه به قیمتش می‌ارزید. اما خب بعد اینکه خودم بررسیش کردم و دیدم که حالا شاید نسخه من کیبوردش خراب بوده، من برای بررسی داشتم ولی کیبوردش واقعا بد بود، ترکپدش واقعا بد بود و اصلا نمی‌تونستم من اون لپتاپ کار کنم، من همون موقع اینو گذاشتم مثلا توی دی یا ای تیر. الان اینجا بخوام بهتون بگم نمیتونم بگم FTR چون واقعا لپتاپ یکی از تاف دش F15 بهتره، سر همین میذارم تو ETR و توصیه نمیکنم کسی این لپتاپ بخره. اگر که یه خورده پول بیشتری بذارید بگید مثلا این سری لپتاپ دیگر بخرید شاید به نفعتون باشه. اما بریم سراغ Acer Predator Helios 300. من اینو بررسی نکردم هنوز، یعنی اینکه اصلا یه هفته دو هفته دستم نبوده بخوام باش کار کنم و بررسیش کنم، ولی باش کار کردم و لپتاپی هم هستش که بررسی زیادی ازش تو یوتیوب دیدم چون خیلی درخواستش که بررسیش کنیم، حتما اگه بتونم تو هفته آینده بررسیش میکنم براتون. اما حقیقت اینه که این Acer Predator Helios 300 لپتاپیه که هم قیمتش بالاست، یعنی مثلا Acer Nitro 5 قیمتش اوکیه خب، ولی خب Predator اوکی، کیبوردش بهتره، فلانش بهتره، اینا اوکی هست، اینا خیلی اوکیه، ولی واقعا لپتاپی نیستش که من بگم که مثلا الان تو بری بخری، چون واقعا مثلا Legion 5 واقعا شرف داره بگید، یعنی واقعا اگه کسی بخواد اینو بخره میگم نخر Legion 5 بخره. جدای از این که من نظر من برند Acer برند ضعیفیه توی دنیای لپتاپ ها و Lenovo و Asus خیلی برند بالاتری، جایگاه بالاتری داره از اینا، سر همین من Predator رو هم با ارفاق میذارم توی ETR و FTR رو میذارم برای تاف دش F15. Predator 11800 50 تومن. خب قیمتی از اون تر از Legion 5 Ryzen 7 360 بخری از اون بهتر. Legion 5 Pro 60 تومن. Legion 5 اون 55 تومن. نه. نه. Acer Nitro 5 ارزون تره، همین پرفورمنس رو میده بهتر هم هست. اون رو بزن دی اگه بخوام اینو بزن دی. آره Nitro 5 مدل 360 نمیده که اصلا. اصلا کاری ندارم. Nitro 5 360 هم داره. لپتاپ بهتریه نسبت به Predator چون قیمتش پایین تره. دیزاینش رو دیدی اصلا. دیزاینش ما دو سال پیشه. این حداقلش این بود که صفحه‌شو یه خورده حاشیه‌سازی کم کنی دیگه. اصلا به کسی توصیه نمی‌کنم Predator Helios 300 بخره. بریم سراغ MacBook. MacBook این یکی بکنم 16 آره. MacBook M1 Max 16. ATR. قیمتش بالاست و توی علاوه سی پی یو واقعا تست تو سی پی یو تست همه لپتاپ‌ها قورت میده، در حد واقعا دسکتاپ سی پی یو کار میکنه سی پی یوش و در مورد ویدیو ادیتینگ واقعا فوق العاده است. اما این نکته رو باید بهتون بگم که این لپتاپ واقعا گرونه، یعنی بخوای یه لپتاپی بخری که مثلا اندازه زفیر یه مکبوکی بخری که اندازه زفیروس ام 16 که مثلا مدل 360 32 گیگ رم مثلا دو تا اس اس دی اش مثلا چقدر مثلا 2200-300 دلاره، بخوای عین اینو تو مک بخری بعد 4200 دلار پول بدی که واقعا به نظر من منطقی نیست. سر همون من اینو تو اس تی نمیذارم، وگرنه بهترین صفحه فوق العاده است. اینو بررسیش به زودی انجام میدیم، حتما سابسکرایب کنید که بررسی ام مکس و ام پرو رو از دست ندید چون جفتشون لپتاپ فوق العاده هستن. اگر طرفدار اپل هستین پولش هم دارین خیلی عالیه، میذارم تو ای تی. اما زفیروس 2 اس ای همین که دو تا صفحه داره، اول اینو بگم که کانسپت قشنگیه ولی ایسوس واقعا بد اجراش کرده. خب یعنی که مثلا صفحه پایینی ماته بالای براقه برای چی؟ بعد تازه امسال اومده جفتشو 4K کرده، مثلا پارسال یکیش 1080 بود یکیش 4K بود، بعد پدر ویندوز در میاد بخواد کار کنه باشه. کلا به نظر من دو اس ای با توجه به قیمت بالایی که داره ارزش خرید پایینی داره، مثلا وقتی که زفیروس اس 17 اومده و من زفیروس دو اس 17 اس ای رو میذارم توی سی. اما لپتاپ بعدی زفیروس اس 17
فرزند آینن یا زن همسر اچ کولینگی قول پروردگار کولینگ و حالا اونم احتمالا برسیش به زودی انجام میدیم براتون زفیروس S7 دارم با RTX 3070 یا 3080 3080 که بلند نخرید با RTX 3070 فوق العاده است. یعنی اگر دنبال لپتاپ با اون قیمت باشی واقعا فوق العاده است. من توصیه نمیکنم موقعیت بری لپتاپ بخری، ولی اگر که خواستی به لپتاپ با اون قیمت بخری این فوق العاده است و من اینو میذارم دقیقا کنار مکبوک M1 Max روی A-Tier. فوق العاده است، بیشک فوق العاده است. بریم سراغ بعدی، GeForce 13 QM. این لپتاپ، لپتاپ خودم، این لپتاپ لپتاپ خیلی خوبیه، من خیلی ازش راضیم و این نکته جالبی که داره اینه که من ناراحت بودم که این لپتاپ ماک سویچ نداره، ولی خب شاید بخاطر لیکوید متالی که توش داره این فریمش و اینا واقعا کم از لژیون 5 و لژیون 5 پرو نداره و دقیقا مثل همونه کار میکنه. این من انتظارم این بود که اونا بهتر از این کار کنن، ولی خب اینجوری نبود، این مثل اونا کار میکنه و این خیلی اتفاق خوبیه. به خاطر همینم G513 QM رو من میذارم توی A-Tier. چرا توی A-Tier؟ به خاطر اینکه نمیدونم چرا تو بازار ایران G513 QM لپتاپ گرونیه. مثلا خب الان 62 تومن پولشه، باید 52 تومن باشه، نمیدونم 58 تومن مثلا 57-8 تومن هم قیمت لژیون 5 پرو دلاری. ولی بریم سراغ بعدی G513 QY. اینو جداگانه گذاشتم از G513. اینم بگم که G513 QE و QC رو یه خورده اگه خواستیم بخرین زیاد در مورد تحقیق کن، چون اونا لپتاپایی هستن که یه خورده زیادی با QM و QR فرق دارن. اما QYش ادوانتج ادیشنه که رایزن 9 با AMD رادئون 6800M. من به نظرم لپتاپ خوبیه، اما من هم دوستانم هر کی خریده با مشکل خورده باهاش، صفحش مشکل داشته، نمیدونم فلان داشته، همین که خیلی ها گفتن پرفورمنس ایشو داره، نمیدونم استیبل نیست، سخت افزارش یه جوریه انگار که مثلا همینجوری مجبوری ایسوس برای AMD چون قرارداد داشتن ما هم درست کردن، یه همچین حالیه. سر همین من با تمام احترامی که برای سپهر عزیز قائلم اگه داره این برنامه رو میبینه، اینو میذارم توی C-Tier با اینکه تو قیمت خودش فوق‌العاده است، ولی نمیتونم بگم این لپتاپ خیلی خوبیه. شاید پیشنهاد کنم برید بخرید، ولی نمیتونم بگم که خیلی لپتاپ فوق‌العاده ایه، چون خیلی ازش ایراد دیدم تو اینترنت گرفتم. قشنگ ردیتش رو که باز میکنی همه دارن میگن اینش ایراد داره اونش ایراد داره، توصیه نمیشه. اما بریم سراغ بعدی، HP ویکتس. HP ویکتس خیلی ها گفتن که آقا بررسی کنید، فلان کنید، بیسار کنید، چون لپتاپ خیلی خوبیه. یه مدل پایین تری فرق مثلا با HP اومن اینجوری که لژیون 5 و لژیون 5 پرو اینجوریه. من والا هر کیو دیدم HP ویکتس بررسی کرده جز بدی ازش چیزی نگفته، پرفورمنسش خوب بوده جز بدی ازش چیزی نگفته. غیر از اون وقتی بری ردیتش رو چک کنی، ساب ردیتش رو چک کنی، میبینی که خیلی مشکل دارن باهاش. یعنی یکی لولاش خراب شده، یکی صفحش مشکل داشته، یکی کیبوردش خراب شده، یکی ترکردش میلرزیده، کلا انگار کیفیت نداره این دستگاه و HP به زور مثلا ارزونش کرده. سر همینم من با توجه به چیزایی که توی اینترنت خوندم ازش، با توجه به اطلاعاتی که ازش کسب کردم، بهش D-Tier به زور میتونم بدم. دی یا ای کنم؟ ای، چون خیلی خیلی ازش بد گفتن. اما ایسوس زفیروس G14 تو باشی چی میدی بهش؟ حسین خیلی سخته. بیا بی یا ای؟ بیا بی یا سی؟ من خواهیم حسن یا بی یا ای؟ گلره هست؟ گلره G14. ایسوس زفیروس G14 چی میدی بهش؟ ایسوس زفیروس G14 بهش چه رده ای میدی؟ 14 اینچیه زفیروس 360؟ 52 تومن. برای من یا A و B دادم بهش، حسین یا B و C بهش داد. نه بله هم بیه. خب چه میدونی چرا من بهش بین B و A مونده بودم؟ چون لپتاپ خیلی خوبیه، مقایسم کرده بودن با این Razer Blade 14. Razer Blade 14 تو 360ش از این شکست خورده بود و این کولینگ و اینای بهتری داشت. اما اینو دقت کنید که این لپتاپ پارسال وبکم نداشت، امسال هم نداره.
این لپتاپ این ایراد داشت، دیزاینش عوض نشده. ایسوس چیز پارسال ساخته، دیده خوبه، امسال هم همون ساخته. خب یه تغییری توش میده دیگه و این قضیه خورد من اذیت میکنه. ولی واقعا اگر دنبال لپتاپ گیمینگ 14 اینچی هستین، این تنها آپشنیه که دارید، واقعا تنها و بهترین آپشنه. من به از این نمیتونم بهتون پیشنهاد کنم. اگر لپتاپ 14 اینچی قوی میخواید، مکبوک 14 اینچی هم هست که الان جلومه، ولی 14 اینچی رو به عنوان M1 Pro در نظر گرفتم، 16 اینچی رو به عنوان M1 Max. الان جلو کی 513 کیو نه تو. خب مکبوک M1 Pro به نظر من متاسفانه چون $2000 پولشه، مثلا اگه $1500 بود، $1600 بود، به نظر من خیلی منطقی بود. بعد تو $2000 پول میدی، نسخه 8 هسته CPU با 14 هسته GPU رو میتونی بخری. تازه 16 گیگم رم داره. بعد تازه بندیت رمش، بندیت حافظش هم کلا 200 گیگابیت پر سکند، گیگابایت پر ثانیه است. خب واقعا به نظر من انتخاب خوبی نمیتونه باشه و من میذارم توی سی تی ال. با اینکه صفحه نمایشش فوق العاده است، با اینکه دوربین بکنش فوق العاده است، همه چیش فوق العاده است، ولی واقعا اینو نمیشه. $2000 خب من $2000 من جی 513 کیو ام میخرم که پدر همه لپتاپا رو در میاره. سرفیس لپتاپ مثلا سرفیس لپتاپ 4 میخرم که ارزون تر هم هست. من فکر کنم با 50 خورده بشه سرفیس لپتاپ بخری. تو 10 تا میذاری جیبت وقتی که سرفیس لپتاپ بخوای بخری جایی. در کل به نظر من اگر دنبال کیفیت هستی مثلا سرویس لپتاپ بخری شاید بهتر باشه، مگر اینکه خیلی دنبال دنیای مکبوک و مکینتاش و اپل باشی که در اون صورت به نفعت. خروجیه برای گرافیکی و رندر گرفتن اینا شون یکیه؟ آره چون 8 کور CPU مدل پایش رو دارم میگم $2000ش. آره مدل پایش $2000 نمیارزه خود این تو اصلا زفیروس G14 خیلی شاید از اون بهتر باشه، در حالی که زفیروس G14 $1500 $1600 این بعد گرافیکش هم 1650 هم نیست. خب ایراده دیگه $2000 پول بدی فقط صفحه نمایش داره واقعا. اما بریم سراغ زفیروس G15. ببین زفیروس G15 با زفیروس M16 بدنشون یکیه، فرقشون اینکه یکشون اینتل، یکیشون هم AMDه، یکیشون صفحه 16 اینچی، یکیش 15 اینچی، یکیشون وبکم داره، یکیشون نداره. اگر که G15 وبکم داشت من راحت میذاشتمش تو STR، واقعا بهترین لپتاپ امسال بود بدون شک. یعنی من بدون شک میگفتم بهترین لپتاپ امساله. اما زفیروس G4 G15 رو به خاطر اینکه وبکم نداره و احتمالا فکر کنم شارژر داخل جعبه‌ش هم بجه 240 وات 200 واته میذارم توی A-Tier. این وبکم خیلی مهمه. از این وقت هر لپتاپ ایسوس ببینم این وبکم نداره از این به بعد، یعنی از سال 2022 هر لپتاپ ایسوس ببینم که وبکم نداره بهتون میگم نخرید. چه وضعیتی آخه، لا اصلا نمیتونی این جا بدی، این پایین صفحه نمی جا داری، خجالت نمیگی چی؟ اما سرفیس لپتاپ استودیو منو میشناسید، من طرفدار مایکروسافتم، من سرفیس دوست دارم، سرفیس لپتاپ دوست دارم، من کلا علاقه دارم به این محصول، ولی سرفیس لپتاپ استودیو میذارم تو F-tier. راحت میذارم تو F-tier. چرا؟ به خاطر اینکه CPUش 11370 اینتله، CPU 4 هسته ایه و C50 Ti. در حالی که اگر که همین لپتاپو تو همین فرم فاکتور AMD میزدی، میتونستی یه دونه Ryzen 9 5900 HS بذاری روش با C60، یعنی پرفورمنست عجیب میرفت بالا. بعد این کارو نکردی، بعد جدای از اون دو تا دونه میگی لپتاپ واسه پروفشنال هست، واسه آدمایی که حرفه‌ای کار میکنن، دو تا دونه پورت تاندربولت هم بیشتر روش نداشتی، اصلا نمیفهمم. بعد قیمتش تو بازار ایران هم چنده؟ نسخه i7 11370 C50 Ti 32 گیگ رم 2 تر SSDش 130 میلیون تومنه. با 130 میلیون تومن هیچی، با 100 میلیون تومن میتونی بری زفیروس S17 بخری، C70 یا i9 11900. نمیخوای میری مکبوک M1 Max میخری با 130 تومن، 64 گیگ رم داره، 1 تر SSD داره، M1 Max فول هم 32 کور GPU. اصلا نمیدونم برای چی باید بری سرفیس لپتاپ استودیو بخری. عمرم به کسی پیشنهاد نمیکنم که بره بخره.
عمر، یعنی سر سوزن فکر کنید که من پیشنهاد میدونم که طراحی خاصی داره با حال فلان و اینا، ولی اصلا من پیشنهاد نمیکنم به کسی بره اینو بخره. و در نهایت ایسوس افیکس 506 و 706 تاف گیمینگ A17 F15 A15 F15 A15 F15، حالا 15 و 17 و A17 رو با هم در نظر گرفتم. این لپتاپ به نظرم لپتاپ خوبیه، ولی خب سایه لژیون 5 روش سنگینی میکنه و این سایه انقدر سنگینی میکنه روش که دیگه هیچی ازش معلوم نیست، بخاطر همین میذارم تو دی تیر. نه دیگه حالا F دیگه، چون حالا اصلا شاید یکی بخواد ایسوس بخره تو اون قیمت، چاره ای نداره جز اینکه بره اینو بخره دیگه. من کلا توصیه نمیکنم تاف گیمینگ های امسال رو بخرید، چون لژیون 5 های لنوو واقعا فوق العاده بود و واقعا هم حرفی نیست. من مجبورم لژیون 5 پرو و لژیون 5 رو بذارم بهترین لپتاپ های امسال و لپتاپ های گلارا رو لژیون 5 متاسفانه بذارم توی استی بگم بیست آف ده بیست. بهترین لپتاپ امسال به نظر من لنوو لژیون 5 بود. حالا ما دو تا برنامه دیگه هم در آینده داریم که توی اون دو تا توضیح میدیم بدترین لپتاپ های امسال چیا بودن، که حالا توضیح میدیم چرا، بهترین لپتاپ های امسال هم توضیح میدیم چرا بهترین ها بودن، و حالا توصیه میکنیم که اینا رو برید بخرید، نهید بخرید. و دو تا برنامه دیگه هم حالا توی این قالب داریم که حالا من بهتون میگم که حالا کی میاد، احتمالاً تا دو سه هفته آینده میاد. اما این بود این برنامه. نظرتون در مورد این تیر بندی چی بود؟ این نکته رو فقط بهتون بگم که عزیزان این تیر بندی به نظر ما بود، بیشتر نظر من بود و همراهی حسین گلاره. شاید شما نظرتون متفاوت باشه، کاملا نظرتون قابل احترامه، میتونید نظرتون رو کامنت کنید، با هم در مورد صحبت میکنیم، ولی این چیزی بود که ما نتیجه گرفتیم. شاید مثلا نتیجه گیری شما چیز دیگه باشه، شاید به نظرتون مثلا تاف دش F15 لپتاپ خوبی باشه که نیست، ولی ولی مثلا شاید ایسر نایترو 5 به نظر شما لپتاپ خوبی باشه، کاملا من احترام میذارم. آره ایسر نایترو 5 شاید به نظر شما لپتاپ خوبی باشه. بعد مثلا آیدیا پد گیمینگ تیریه مثلا من الان یادم افتاد که نذاشتم تو این لیست، ولی خب حالا کاری ندارم. آیدیا پد گیمینگ تیریه به نظرم توی ای تیر کنار ایسر نایترو 5 چون دیزاینش تغییر نکرده، کولینگ افتضاحی داره، کلا لپتاپ جالبی نیست، و توصیه میکنم فقط پول بیشتر بذارید لژیون 5 بخرید، چون الان رایزن 5 و 360 شو دیدم 41 تومن خیلی خوب بود قیمتش تو بازار ها، بدون گارانتی تو بازار پیدا میشه با این قیمت. و کلن اگر که خواستین لپتاپ گیمینگ بخرید به نظر من لژیون 5 جی 513، و اگر خواستین لپتاپ برای کار کردن بخرید زفیروس جی 14 مکبوک ام‌1 مکس، اگر که پولشو دارید. زفیروس جی 15 خوبه، 360 شده. خب خیلی ممنون که منو دیدین. اگه این برنامه دوست داشتین لایک و سابسکرایب کانال ما فراموشتون نشه. اگر میخواید با هم بیشتر در ارتباط باشین فقط کافی تو شبکه‌های اجتماعی ویدیو زنگ بزنید. اصلا نشه که اسمو پیدا کنید.